aşk laftan anlamaz. آقا مراد، شما از کجا با خبر شدین؟ از چی با خبر شدم؟ مراد پسرم، شما چرا انقدر زود برگشتی؟ چی شده مامان بزرگ؟ آیا داره از چی حرف میزنه؟ پسرم، گویا مادرت با غزل بوده. راستش انگار غزل اونو دزدیده بوده. چی داری میگی مامان بزرگ؟ نگران نباش، الان حالش خوبه، دیدن حالش خرابه، یه جایی ول کردن. دیشب از بیمارستان به ما زنگ زدن. همش تقصیر من بود، همش به خاطر من بود. خدا آروم باش عشقم، نباید اجازه میدادم اونجوری بره. همش تقصیر من بود، اگه پیداش میکردم اینجوری نمیشد. پسرم خودتو ناراحت نکن، خدا رو شکر حالش خوبه، داره بالا استراحت میکنه. مامان پسرم، مامان واقعا معذرت میخوام. مامان همش تقصیر من بود، نباید تو رو ول میکردم. به خاطر من کم مونده بود بمیری. به خاطر من ناراحت نشو، به خاطر من عذاب وجدان نگیر. تو حق داری، من همش برا درد سر درست میکنم. الان خوبی؟ مشکلی چیزی نداری؟ خوبم، فقط یکم گرسنمه. باشه، من الان به اویا میگم برات یه چیزی آماده کنه. چی دلت میخواد؟ شیر برنج با دارچین زیاد، دقیقا مثل زمانی که بچه بودی و با هم میخوردی. تو خواهش میکنم عصبانی نشو، تو همه چی یادت میاد. برای اینکه بیای پیش ما فیلم بازی کردی، میخواستی اینجوری از گناهات بگذرم. آره، از دستم عصبانی نشو، ازم متنفر نباش. هرچی بگی حق داری، میدونم من مادر بدی بودم، اما پسرم یه برادر داری که تو ازمیر زندگی میکنه. خیلی وقته که پیداش نیست، نمیتونم پیداش کنم. خواهش میکنم اونو پیدا کن، خواهش میکنم، خواهش میکنم. اگه اتفاقی برای من افتاد، تو ازش مراقبت کن. یه بارم شد اینجوری نگران من باشه؟ اون اصلا مثل تو قوی نیست عزیزم، تنهایی از پس کاراش بر نمیاد. تو به من اهمیت نمیدی، اما من بهت اهمیت میدم. باش، این کارم میکنم. پسرم بیا اینجا ببینم، یکم بشین. باشه، میشه. خب مادرت چی شد؟ حالش چطوره؟ همه چیو به خاطر میاره، همه چیو از اولش به خاطر میاره. منم چه فکرایی کردم، یه جورایی میدونستم، اما نخواستم باور کنم. خب بهت چی گفت؟ چی برات تعریف کرد پسرم؟ ازم خواست اونو پیدا کنم، اون یکی پسرشو. پسرش؟ بی خیال مامان بزرگ، ولش کن. حیات کجاست؟ حیات با عجله رفت، گفت تلفونا تو سارته، رفت اونجا. من بهش گفتم صبر کن با مراد با هم بریم، گوش نکرد رفت. باشه باشه، منم آمادشم برم فعلا. باشه پسرم.
منو نگاه کن و خوب گوش بده، اینو بگیر و از ما دور شو. این یعنی جوابت منفی؟ همینطوره، جوابم منفیه، پیشنهاد تو قبول نمی کنم. میخوای مراد همه واقعیت‌ها رو بفهمه؟ ها؟ اگه مراد همه واقعیت‌ها رو بفهمه چه اتفاقی میفته؟ آره میدونم، بچه نیستم، اما اینم میدونم که نباید به شوهرم دروغ بگم. هر کسی باید با واقعیت‌های زندگی رو در رو بشه، مرادم همینطور، و من اون موقع هم کنار شوهرم خواهم بود. در ضمن وقتی ما با هم هستیم از پس همه ی مشکلات برمیاییم، تو نگران نباش. واقعا داستان غم‌انگیزیه، میخوام گریه کنم. میدونی حیات عاشق این داستانای عاشقانه شما هست؟ آره میدونم، چیزی که هیچ وقت نصیب تو نمیشه، منم بودم گریه میکردم. این چی بود؟ چی بود؟ صدای ویبره تلفن بود. من چیزی نشنیدم. از این میترسم که تو رو از دست بدم. مشکل هر چی که هست تا حل نشه بر نمیگردی. میشه ساکت باشم؟ حرف نزنی؟ تو هم سوال نپرسی؟ پس یعنی اگه حرف بزنی مجبوری به هم دروغ بگی، برای همین سکوت میکنی؟ راهی هست که امره از زندگی ما بره بیرون؟ اگه راهی بود فکر میکنه نمی کردم، ولی باید این کارو بکنیم. یه چیز خطرناک تو دستشه. چه چیز خطرناکی؟ دختر بگو دیگه، داری دیوونم میکنی؟ قهوه هاتون رسید، این برای شماست با شکر زیاد. من با شکر زیاد دوست ندارم. اینم برای خواهرم، همونطوری که دوست داره با شکر کم. تو اینجا چی کار میکنی؟ کار میکنم دیگه. یعنی چی؟ ببخشید ای بابا، طراحیامش. من یه دستمال بیارم. دستمال تو با خانوم، من میارم، شما زحمت نکشی. انگار نشنید. منظورت چیه اومدی سر کار؟ خب اومدم سر کار دیگه، طبقه بالای اینجا یه کافه هست، دادنش به داداشت، و این آدمی که میبینی الان داره کافه رو مدیریت میکنه. روزی بچه‌م از اونجا در میارم. منظورت از بچه چیه؟ آخاره خب هنوز به تو نگفتم. حیات، تو دیگه یه برادرزاده داری که دست بوست. یه دو روز اینجا نبودم، ببین چه اتفاقایی افتاده. کارو حل کردم، ولی الان نمیدونم کجا باید بمونم، جایی برای موندن ندارم. مگه خونه خودمون چشه؟ خونمون که خیلی خوبه، اما امین سلطان وقتی فهمید انداختم بیرون. یعنی چی؟ مادرم بیرونت کرد؟ مادری که همیشه میگفت نوه دوست دارم. آره؟ چون مخفیش کردم عصبانی شد. البته عصبانیتش گذراست، میشه تو با حرف زنی آرومش کنی. ها؟ وایسا دادش، وایسا، اول خودم هضمش کنم. الان من عمم، یعنی یه برادرزاده دارم. داداش داری دختر؟ داداش، یه داداش کوچیک داری، کوچولو موچولوه. باشه، خودتو ناراحت نکن، من با مامان حرف میزنم، راضیش میکنم. فردا برادرزادم رو بیار خونه ببینیمش، خوبه؟ جدی میگی؟ آره جدی میگم، خواهر برادری برای همین روزاست دیگه. من امروز مشکلات خودم رو حل کنم، فردا اولین کاری که میکنم مشکل تو رو حل میکنم. چه مشکلی؟ مراد هنوز دو روز نشده، یعنی اشتباه کردیم تو رو بهش دادیم؟ نه، من با مراد هیچ مشکلی ندارم. کار امرس؟ من یه دونه زدم تو دهنش، میدونی واقعا؟
اما الان نمیخوام بهش گیر بدم. ولی اگه چیزی بهت گفت به داداشت بگو من اونو از طبقه پنجم آویزونش کنم. نه نه تو دخالت نکن، تو دخالت کنی بدتر میشه، من خودم حلش میکنم. تو حلش میکنی؟ تو امشب کجا میخوای بمونی؟ من کجا میمونم؟ تو به فکر منی؟ به فکر داداشتی؟ ای خدای من، ببین چقدر بزرگ شده که به فکر داداششه. قربونت برم من، تو به فکر من باشی، من تو خیابون بمونم راضیم. بیا تو بغلم، بیا بیا بیا، عسل منی تو، خوشگل منی تو، جیگر تو. چقدر پول میخوای تا پسر منو ول کنی؟ گفت قیمت تو چقدره؟ باورت میشه اینا رو بهم گفت؟ بیشور، رسما مثل این فیلمای قدیمی ترکی اومد چرت و پرت بارم کرد و رفت. آی دخترم، من نمیفهمم این زنه در مورد تو چی فکر میکنه. از نظر اون من یه پرستار ساده و داتیم که لایق پسر خوشتی با پولدار توفش نیستم. گفت اگه واقعا دروکو دوست داری به خاطر آیندهش ازش فاصله بگیر. تو زنی که این ندید بدید، خب تو هم جوابشو میدادی زنی که چشم دریده رو. گفتم من پسرتون خیلی دوست دارم، انقدر دوستش دارم که اگه شاید اینو میدونستین از اینجور پیشنهاده بیشرمانه به من نمیدادین. اینجوری گفتم، خوب گفتم مگه نه؟ وای مادر جان، وای وای وای. دختر تو این حرفو رو چجوری میزنی ها؟ کدوم نویسنده این دیالوگا رو وسط نوشته؟ واسه کدوم فیلم؟ دقیقاً اینجوری نگفتم خاله امنه، گفتم من از دروغ جدا نمیشم. آخه چطوری با اون استرس این حرفا به مغزم میرسید؟ ولی منظورم بهش رسوندم. آفرین دوست با غرور من، آفرین. باید همینطوری باشی، باید مراقب عشقت باشی عزیزم. آره باشه حتما، حتی الان میخوام برم بیرون دروغو ببینم. فعلا بای بای. ای خدای بزرگ، خدا. کجا رفتین؟ پیش عشقش. ببخشید. فشارتو گرفتی؟ امیدوارم امروز اومده باشه پایین. نه نگرفتم، دیگه برام مهم نیست، ولش کردم. وقتی فشارمو میگیرم همش استرس میگیرم، بعد باعث میشه فشارم بالاتر بره. ولش کردم. لوبیا درست کردم بدون نمک. دستت درد نکنه، بیا بشین. نه من نمیشینم، تو ناسلامتی کلی کار ریخته سرت. من دیگه میرم، خدا نگه دار. آقا نامزدم میخواست پولو براتون بیاره. یعنی نیاورده؟ نه نه خواهش میکنم به کسی دیگه این ندین، ما از اون خونه خیلی خوشمون اومده. بله شما منتظر باشین، یکم دیگه منتظر باشین. باشه باشه، من الان به نامزدم زنگ میزنم، میگم باهاتون تماس بگیره. کرم یه کاری میکنی من اون سبیلاتو بگیرم بکنم. باز چی شده که پولو نبردی مرتی؟ که میداری با چی حرف میزنی تو؟ یعنی چی؟ یعنی ایوام آماده نیست؟ اما گفتین ردیف میشه که. آه مدیرامل هم زمزمه کرده. ای بابا، پس الان من چجوری باید پرداخت کنم؟ نه فهمیدم، وام که ندادین بخوام بهتون پس بدم. چی میگم؟ اگه ازامن بیارم چی؟ باشه فهمیدم، باشه. بهتر زنید حس کرد. این دختر چجوری میتونه حس کنه آخه؟ حالا بهش چی بگم ها؟ جواب ندم هم عصبی میشه. باش باش ساکت شد. باش من نشنیدم، داشتم کار میکردم، پشت فرمون بودم، برای همین صدای زنگ تلفن رو نشنیدم. خوش اومدین. ممنونم. مراد اینجاست؟ بالاست تو اتاقشه، بیرون نیومده.
مراد، باید با هم حرف بزنیم. صدامو میشنوی؟ میگم باید حرف بزنیم. یه چیزایی هست که باید بهت بگم. مثلا میتونی از این شروع کنی. این چیه؟ از کجا اومده؟ چرا برای من فیلم بازی میکنه حیات؟ ها؟ توضیح بده. من هیچی نمیفهمم مراد. من اون جعبه رو تا حالا ندیدم و نمیدونم تو چی هست. تو مگه نگفتی دیگه هیچ رازی بینمون مخفی نمیمونه ها؟ به من نگاه کن، من از رازای تو خسته شدم، میفهمی؟ خسته شدم. حالا بگو دوباره چه دروغی بهم گفتی؟ بگو! کل روز قیافت یه جوری بود، معلوم بود یه چیزی شده. بگو، زود باش بگو. حیا چرا ساکتی؟ بگو این جعبه چیه؟ میخوای همین جوری منو نگاه کنی؟ حیات یه چیزی بگو من باور کنم. زود باش یه چیزی بگو. واقعا میخوای فقط منو نگاه کنی؟ دختر ساکت نشو، بگو ببینم قضیه چیه. بدتر از این بشین. بیا. دریا خانم، اگه خوردین من سینیو ببرم. اویا، تو گوشات خیلی تیزه. تو این خونه چه خبره؟ مراد به خاطر جعبه ناراحته؟ نمیدونم. دارن دعوا میکنن، نمیشنوی؟ دریا خانم، شما که این کارو نکردین نه؟ ایوا، به تو چی؟ احمق، من به این کارا چی کار دارم؟ بعدش باید به تو حساب پس بدم، بی تربیت. زود باش برو بیرون. چقدر زبونش درازه، چه جسوره. به من میگه احمق، زنی که یه فاسد. منو باش برگشتم ازش میپرسم، معلومه که کار خودشه. کسی که دوز بیاره خونه خودش، هر کار دیگه ایم ممکنه انجام بده، هر کاری. واقعا میخوای همین جوری نگاه کنی؟ دختر ساکت نشو، توضیح بده. نمیخوای بگی؟ اول آروم شو بعد. اوه ببین منو، تا حقیقتو نگی نمیذارم بری. فکر کردی میتونی گوش بدی؟ وایسا، اول بگو. دستتو بکش. پس بگو. تا تو آروم نشی هیچ چیزی بهت نمیگم. آروم نمیشم تا وقتی همه چیو بهم نگی نمیذارم از این اتاق بری بیرون حیات. چرا داد میزنی؟ میگم اون جعبه رو تو عمرم ندیدم، اولین باره میبینمش. باورت نمیشه، مشکل تو همینه مراد، بهم اعتماد نداری. تو میدونستی مادرم مریضه؟ وای خدا، دارم دیوونه میشم مراد. یکم فکر کن، یکم به خودت بیا. ببین منم حیات، زنی که دوستش داری، نگام کن. برای همین انقدر اصرار کردی که برگردیم؟ ها؟ بگو ببینم از کجا میدونستی؟ تو جدی میگی؟ شوخی نمی کنی؟ داری جدی میگی؟ من هیچی بهت نمیگم، به تو هیچی نمیگم. حتی تو وقتی مطمئن نشم که بهم اعتماد داری، هیچ کدوم از سوالاتو جواب نمیدم مراد، و هیچ توضیحی بهت نمیدم، فهمیدی؟ حیات بیا اینجا. حیات صبر کن. دستمو فشار نده، دردم میگیره. کجا میخوای بری؟ جایی که سرم هیچکس داد نزنه. حیات ببین، بچه بازی در نیار. ما زن و شوهریم، نمیتونی هر وقت دوستشی بری. چطوری میخوای جلومو بگیری؟ چطوری میخوای این کارو بکنی؟ ها، میخوای دستو پامو ببندی مراد؟ ولم کن، اعصابم خورده. وضعیتو بدتر از این نکن لطفا. ببین منو، سعی میکنم آروم باشم. این پالتو رو در بیار. گفتم هیچ جا نمیری. بچه‌ها، اگه به من اعتماد نداری، ادامه همچین ازدواجی امکان نداره. داد میزنی، صداتون کل خونه رو برداشته. چیزی نیست مامان بزرگ. مادرت مریض خوابیده، بشینین اینجا خیلی آروم با هم دیگه حرف بزنین. مشکلتون هرچی هست بشینین با هم حرف بزنین، حلش کنین. ببین مادرم بالاست، میخوام برم پیشش. این پالتو رو در میاری و جایی نمیری، بعدا حرف بزنیم. دختر خوشگلم، پالتو تو در بیار. اصلی اینا دیگه رسما یخ زدن، اما نمیدونم ما چرا مثل احمقا اینجا نشستیم و داریم یخ میزنیم. به نظرت کارمون احمقانه است؟ ببینم من احمقم؟ اگه تو میخوای حرفای احمقانه بشنوی، پس باید حرفای مامان جونتو بشنوی. دروغ جان،
بازم مادرم. چی کار کنم؟ خب مادر دست از سرم بر نمیداره ای بابا. خب میتونی مثل من بهش اهمیت ندی. چطوری میتونم اهمیت ندم دروغ جان؟ گیر داده تو رو داماد کنه. تازه اون روزم یه دختر آورده بود. اصلی جون من کلا نمیخوام ازدواج کنم. یعنی چی؟ اصلا نمیخوای؟ ما خیلی جوونیم اصلی، نکنه تو داری به ازدواج فکر میکنی؟ نه چرا فکر کنم؟ ای بابا چرا باید بهش فکر کنم دروغ جان؟ بعدش من اصلا تو فاز شوهر و ازدواج و این باشه. زود باش بریم یه دیسکوی باری، یکم حال کنیم، برقصیم، یکم خوش بگذرونیم. باشه بریم. منتظر چی هستی؟ منتظر منی؟ چرا منتظر تو باشم؟ منتظر آسانسورم. ای وای آسانسور که اینجاست. خب پس بفرمایید. دیشب رو فراموش کنیم باشه لطفا. دیشب؟ مگه چی شده؟ خوبه همینجوری. اصلا فراموش نمی کنم، کسی نمی تونه از ذهنم بیرونش کنه. ای وای این چرا وایساد؟ کار میکنه، کار میکنه، کار نمیکنه. من و خواهرم با محیطای بسته مشکل داریم. وا اوکی. ما از تاپ سواری هم میترسیم میدونی؟ از بچگی اینطوری بودیم. اول وقتی حیات داشت تاپ بازی میکرد افتاد، من مسخرش کردم. بعدش من رفتم سوار تاپ شدم، افتادم، حیات منو مسخره کرد. بعدش من مسخرش کردم، اون منو مسخره کرد، فشارم افتاد. وای 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 من دارم میمیرم، حالم خیلی بده، خیلی بدم، خیلی بدم. یکی درو باز کنه، من حالم بده. وای دارم میمیرم. ای خدا آروم باش، الان درست میشه، الان درست میشه. آروم، حالم خیلی بده، فشارم افتاده. نمیتونم نفس بکشم. وای نمیتونم نفس بکشم. این درو باز کنین، کمک. باشه آروم باش، آروم آروم. بابا تلفنتو جواب بده دیگه. جواب نمیده. نه جواب نمیده. چرا جواب بده ها؟ معلوم که جواب نمیده. ما اخلاق این آدمو میدونیم دیگه، مگه نه کرم؟ تو چرا بهش اعتماد کردی مرد؟ آخه مگه این آدم قبلا 5000 لیر از ما نخواسته بود ها؟ چرا باز دوباره بهش پول دادی؟ میدونستم نمیاد، ولی تو من بود که بابا تو این وضعیت ول کنم. فکر کردم وامم ردیف میشه، ولی ردیف نشد. باشه نراحت نباش، ولی من بهت گفته بودم، میدونستم، بهت گفته بودم. کاش نمیدادی کرم. دختر دارین چی کار میکنین؟ جداشین ببینم. خاله امیجون نمیتونیم جدا بشیم، تازه نامزد کردیم. چیه دارم بهش هم محبت میکنم؟ دخترم وقتی عروسی کردین اون وقت بهش محبت کن. بیام کمکتون خاله امینه جون؟ نه شماها بشینین، میتونین شروع کنین، منم الان میام. خب زود باشین.
ببین منو دیگه ناراحت نباش. خب تو وقتی که با هم دیگه هستی میتونیم همه چی رو حل کنیم. کرم اونطوری نگام نکن دیگه. ای بابا وقتی اینطوری نگام میکنی سبیلت خیلی باحال میشه. میتونستی لوبیا خاله امینه جون تو رو خدا بگو تو آشپزخونه چی شد؟ تو با خنده رفتی داشتی قهقهه میزدی، چرا با گریه برگشتی اینجا؟ یه لوبیا اینقدر میتونه آدم رو احساساتی کنه؟ نفهمیدم خاله امینه جون. ببینم تو آشپزخونه سرت خورد به جایی؟ ببین اونو بذار زمین، فشارت رفت بالا خاله. یه قرص زیر زبونی داشتی، اون الان کجاست؟ هم برم بیارمش. ببین این لوبیا رو فهیمه درست کرده، ببین چقدر با سلیقه خوردشون کرده، حتما توشم یکم قند انداخته، تازه بدون نمک درست کرده. میدونی چقدر به فکر منه؟ میدونستی اون لوبیا رو با روغن زیتون خیلی خوشمزه درست میکنه؟ نخوریمش؟ من الان گفتم که نخوریم؟ من دل فهیمه رو شکستم. آخ کاش که زبونم لال میشد و اون حرفو نمیزدم. خدا منو بکشه. این چه حرفیه که میزنی؟ این حرفو نزن، اینجوری نگو، اگه بلای سر تو بیاد من چیکار کنم؟ فهیمه؟ منم نتونستم رو بیارو بخورم، از گلون پایین نمیرفت. آخ من چجوری اون حرف رو به تو زدم؟ آخ زبون من مثل نیش ماره، چطوری تونستم اون حرف رو بهت بگم؟ کاش لال میشدم اون حرف رو بهت نمیزدم. دختر اینو بگیر. قربونت برم خواهر گلم. عزیز دلم، عزیزم، من جز تو کسی رو ندارم. بله شنیدم، فهمیدم. پس از اونجا فرار کرده. آره امکانش هست با ما تماس بگیرن، حق دارین. باش باش، ممنون از تماستون، ممنونم، خداحافظ. پسرم خبر جدیدیه؟ نه فرار کردن، پیداشون نیست. چطوری تونستم مادرم و دست اون دختر بسپارم؟ خدا رو شکر حداقل از این بدتر نشد. مراد بین تو و حیات چه مشکلیه؟ تو این دو روز چی عوض شده؟ ها شما که خوب بودین با هم. چیزی عوض نشده مامان بزرگ، برگشتیم به دروغامون. الو. خیر باشه حیات، نکنه نظرت عوض شده؟ زود باش خبرهای خوب بهم بده. ایشالله گور به گور بشی امره. آه حیات، اینجور حرفا در شأن دختر مؤدبی مثل تو هست؟ تو این قوطی رو چجوری آوردی تو خونه ما؟ چطوری تونستی بیای تو اتاق خواب ما؟ اگه این کارو نمی کردم قبولش می کردم. البته که نمی گرفتم. لعنتی، چرا دست از سر ما بر نمی داری؟ تو دیگه چجور روانی هستی آخه؟ ببین آدم ها همیشه تو زندگی برای چیزایی که میخوان تلاش میکنن، منم دارم همین کارو میکنم. حداقل میتونی به این احترام بذاری مگه نه؟ برات احترام قائل نیستم که، هیچ آرزوی مرگم برات میکنم. داشتی با کی حرف میزدی؟ هیچ کس. تلفنتو بده من. گردن بندت هم مینداختی؟ آخه تو جعبش بمونه بده. کجا میری؟ حیات کجا میری؟ آفرین آفرین، فکر میکنی اینطوری همه چی حل میشه؟ چرا توضیح نمیدی حیات؟ البته اگه توضیح داشته باشی. خدای خودت کمکم کن، چطوری بهش بگیم؟ حیات دارم با تو حرف میزنم، میخوای اونجا قایم شی؟ پس میخوای قایم شی؟ نمیخوای بیایم توضیح بدی؟
باشه، بالاخره که میای بیرون، کل شب که نمیتونی اونجا بمونی. برای این که تو ناراحت نشی هیچی نمیگم، فقط برای این که تو ناراحت نشی. تو با خانم نگران نباشین، به تکنسیان زنگ زدم، یکم دیگه میرسن. من خودم نتونستم درستش کنم، یکم دیگه میارمتون بیرون. ببین دارن میان آروم با دیوارا دارن رو سرم خراب میشن، نمیتونم نفس بکشم. وای نفسم بند اومده. ای وای. باشه باشه آروم باشین، زیاد نفس نکشین چون همه اکسیژن اینجا رو دارین تموم میکنین. چی گفتی؟ اکسیژن تموم شده؟ اینجوری نگو. نه نه نه، همه چی خیلی خوب و زیباست. ببین همه جا پروانه است، چقدر قشنگن. ای یه دونه دیگه هم اومد، خیلی خوشگله. اوه یه پروانه دیگه. شش. شما هنوز با هم قهرین؟ من منتظرم حیات خانم توضیح بدن. گفتم که من اون جعبه رو نگرفتم، ارتباطی با اون هدیه ندارم. از ظهر تا حالا گیر دادین به یه جعبه، دعوا سر چیه؟ پس اون جعبه چجوری اومده تو اتاق ما؟ آیا دخترم، بچه ها تو اتاقشون یه جعبه پیدا کردن، اون از کجا اومده تو اتاقشون؟ تو گذاشتی؟ نه من نذاشتم، بین وسایل حیات خانم بود، وقتی افتاد رو زمین من اونو. نوشه جونتون. عظیمه خانم، من واقعا از اون جعبه بیخبرم، نمیدونم چطوری اومده تو اتاق ما. باشه دخترم، من حرفاتو باور میکنم، اما اون جعبه چجوری رفته اتاق شما؟ کار غزل نباشه، دست دختره رو شده، به نظرم هر کاری از دستش بر میاد. البته امکانش هست. نوشه جونتون. داری چی کار میکنی؟ چیز دیگه ای هم هست که از من قایم کرده باشی؟ چرت و پرت نگو، من هیچی رو قایم نمی کنم. مطمئنی؟ ببین به نظرم غزل اون جعبه رو گذاشته تو اتاق، همین جوریش هم دنبال همین بود، میخواست ما رو از هم جدا کنی. همین؟ کلی فکر کردی که اینو بگی؟ آفرین. بس دیگه، باشه دیگه حرفی نمیزنم، به هر حال من نمیتونم چیزی رو به آدمی که به هم اعتماد نداره ثابت کنم. کجا میری؟ ببین وقتی واقعیتو بفهمی از این حرفایی که زدی پشیمون میشی. دخترم چی شده؟ یه صداهایی شنیدم، دعوا کردی؟ لیلا خانم باید یه چیزی رو ازتون بپرسم. خیر باشه. این برای مراد خیلی مهمه، خواهش میکنم راستش رو به هم بگین لطفا. در مورد چی حرف میزنی؟ حقایق مربوط به مراد. چه حقیقتی؟ بابای واقعی مراد کیه؟ پسرم اینجا چی کار میکنی؟
مراد جون، به نظرم حیات دروغ نمیگه، خیلی ناراحت شده. ولی هیچ توضیحی هم نمیده مامان بزرگ، همش میگه غزل این کارو کرده. پسرم، ازدواج اینطوری نمیشه، باید به زنت اعتماد کنی. من هر کاری از دستم برمیومد که بهش اعتماد کنم کردم مامان بزرگ. هر دروغی که گفت بازم طرف اونو گرفتم، همیشه. اما اون چه کار کرد؟ ببین باز داره دروغ میگه، باز داره یه چیزی رو ازم مخفی میکنه. من دیگه به کسی اعتماد ندارم. هر چی بگی حق داری. بابات دروغ گفت، مادرت دروغ گفت، حیات دروغ گفت، حتی منم دروغ گفتم. دقت کردی مامان بزرگ تنها کسی که این وسط دروغ نگفته منم؟ ولی بیشتر از همه این منم که ناراحت شدم. به نظرت این نامردی نیست؟ از کجا فهمیدی؟ کی اینو بهت گفته؟ اگه مراد بفهمه که اینو خانوادش نیستن داغون میشه. برای مراد خانواده یعنی همه چیز. خواهش میکنم راستشو به هم بگیم، یعنی بگیم دروغه. دروغ باشه یا نه اصلا مهم نیست. تو هم باید مثل من این رازو مخفی نگه داری، فهمیدی؟ چطوری مخفیش کنم؟ کسای دیگه ای هم میدونن. بعدش هم با استفاده از این مجبورم میکنن تا براشون یه کارایی کنم. کی میدونه چجوری مجبورت میکنن؟ میدونن دیگه لیلا خانم. ببینید، من نمیتونم اینو از مراد مخفی کنم. تا امروز کلی چیز ازش مخفی کردم، خیلی اشتباه کردم. این دفعه این کارو نمیکنم، چون میدونم چی میشه. من نمیخوام مرادو از دست بدم. حیات دخترم، خواهش میکنم الان نه. اگه الان بگی همه چی خراب میشه. بذار اول مراد برادرشو پیدا کنی. ببین، من خودم هم میخوام همه چیو بهش بگم. حیات ببین، التماست میکنم دخترم، خواهش میکنم، زمان زیادی ازت نمیخوام، فقط چند روز بهم فرصت بده. من برای همینه که سالها از پسرم دور بودم. التماست میکنم، خواهش میکنم. ببین، من به مراد اعتماد دارم. وقتی من همه چیو بهش بگم مطمئنم هر دوتامونو میبخشه. باور کن راست میگم، حرفامو باور میکنه. قول میدم، خواهش میکنم دخترم، خواهش میکنم. لیلا خانم، از بیمارستان تماس گرفتن. واقعا؟ برای چی از بیمارستان زنگ زدن؟ نمیدونم، شاید میخوان چیزی بپرسن. حیات، حرفایی که گفتم و انجام میدی؟ آره، خواهش میکنم. الو، منم غزل. تو با چه روی زنگ زدی ها؟ بگو ببینم خودت با چه روی اونجایی ها؟ الان به پسرم میگم. مراد، مراد. آره صداش کن، اصلا گوشو بده به مراد. اتفاقا میخوام یه چیزایی بهش بگم. ببینم تو چی میخوای به مراد بگی. چی میخوام بگم؟ چیزایی هست که وقتی مسعودی به من گفتی، مثلا باباشو. چون سکوت کردی پس یادت اومد. حالا خوب گوش کن. فردا صبح میشی میای پارک دم خونه، ولی کسی نباید همراهت باشه، وگرنه پیچارت میکنم. همه چیو به مراد میگم. ببینم اون وقت چرا باید بیام خارکان؟ با من چی کار داری؟ نکنه میخوای با هم پیاده روی کنیم؟ آره میخوایم بدویم. خیلی خنده دار بود ولی نخندیدم. ببین منو، فردا وقتی اومدی پولو با خودت بیار. شنیدی؟ باید شکایتت هم پس بگیری. بعدش هم دیگه هیچ وقت منو نمیبینی. فهمیدی؟ میام. خدا لعنتت کنه. پس نگوی یه چیزایی به حیات گفته. فردا خودم بهت نشون میدم. عشق لفتن انلمان.